ناگفته های مادر وحید مرادی پس از جنایت فجیع. مادر وحید مرادی از تجربه زندان رفتن وحید در سن 16 سالگی گفت. مادر وحید گفته که پسرم قربانی رفیق بازی هاش شده. اینکه وحید رو فریب دادند و در نهایت اونو کشتن. وحید در سن 16 سالگی به حبس رفت. اون زمان توی مجتمعی در شهر ری زندگی می کردیم. اونجا وحید با دوستان نابابی آشنا شد که در نهایت یه درگیری پیش اومد و توی اون درگیری نگهبان مجتمع سکته کرد و مرد. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال تهران تیوی خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جذاب بعدی ما رو از دست ندید. بعد از اون وحید دوستانش رو دستگیر کردن و اونا یک سال زندانی شدن. بعد آزادی هم دوستان وحید دست از سرش بر نداشتن و نداشتن وحید یه زندگی سالمی داشته باشه. مادر وحید وقتی اسم پسرش رو می آورد حسابی اشک می ریخت. خلاصه مادر دیگه بیچاره دخترش رو تو سن 19 سالگی تو تصادف از دست داده و به گفته خودش کلاً زندگیش زیر و رو شده بود که دیگه نتونسته بود مثل قبل بشه، تا اینکه خبر مرگ وحید رو هم شنید که دیگه بیچاره کلاً نابود شد. وقتی که وحید توی زندان کشته میشه، برادرزاده‌های مادر وحید این موضوع رو میفهمن و به مادرش هیچی نمیگن، تا اینکه از زندان به خونهشون زنگ میزنن و موضوع رو به مادرش میگن و مادرش با شنیدن این خبر حالش بد میشه و غش میکنه. وحید تو سن 22 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 11 سال از همسرش جدا میشه. وحید یه پسر به اسم طوفان داره که پیش مادرش زندگی میکنه. بعد از اون وحید دوباره ازدواج میکنه و عاشق همسر دومش میشه. مادر وحید تاکید میکنه که وحید ذات بدی نداشت، خیلی هم مهربون و بامرام بود. متاسفانه به یه مهمونی دعوت شد و زندگیش برای همیشه از بین رفت. اینم از این. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراهمون بودین. لطفاً قبل از هر چیزی روی گزینه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو هم فشار بدید که تا از جدیدترین و به‌روزترین ویدیوهای ما با خبر باشین. با تشکر از همه شما.